خودتیفم چطورید؟ خودتن اومده با یه ویدیوی باحال دیگه. آقا امروز می‌خوایم با هم دیگه یه سری چیز که ندیدیم عمرن تو زندگیمون رو ببینیم. حالا ممکن وسطش شده یکی دو تاشون مثلا دیده باشیم، ولی اکثرشون ندیدیم تا حال تو زندگی و قراره بعد از دیدن این ویدیو ندیده از دنیا نریم و یه عالم از ندیده هامون رو ببینیم و یک عالم در برومون باز بشه و بریم به سمت روشنایی. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب هم نکردید کانال منو حتما نت با سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که سریع براتون نوتیفیکیشن بیاد من ویدیو میذارم. حالا بریم زودتر ندیده هامونو ببینیم. خب این چیه؟ هی شیت، از این یه ذره این در اومد رفت. کجا رفت؟ شما واقعا چقدر خوشگل و بامزه و عجیبه. اصلا یهو همچی شوک شدم زبونم بند اومد. الان واقعا زبونم قاصر، من تا حالا ندیده بودم مارمولک به دنیا بیاد. شما فکر نمیکنم دیده باشه، اونم اینجوری به دنیا اومد دوید. چقدرم گوگولی و بامزه بود. شاید باورتون نشه من مارمولک خیلی دوست دارم. به هر کی میگم خیلی تعجب میکنم، میگم اگه میشه بودم مارمولک دوست داشته باشه چندش فلان میساره. ولی از من مارمولک خیلی موجود بالی. یه چیزی هم براتون تعریف کنم، قدیما یه مارمولکی تو خونمون داشتیم اسمش مولی بود و این سالها ما زندگی میکرد و بعد این مدت دیگه نبود، نمیدونم میرفت بود واسه خودش، ولی به هر حال چند سال با مولی ما زندگی میکردیم در صلح و آرامش. این چیه؟ وات؟ همه در خونه ها از کارتون تور درست شده. چه باحال، من واقعا ندیدم تا الان همچی چیزی. کل شهر جنسش از اونا بود. بچه کبوتر میگه واقعا نمیبینینشون چون خیلی زود گنده میشن تو حالت عادی. وای من تا الان ندیدم، چه بالاش اینجوریه. تازه داره کم شد. سه هفته ای انقدر گنده میشی؟ پنج هفته ای انقدیه دیگه، قشنگ گنده است دیگه. ولی چه عجیب بود بالاش، من واقعا تا حالا بچه کبوتر ندیده بودم. چه جالب. یعنی مثلا دیده بودم تو حالت تینیجرشون دیده بودم که همه مونه پراشون در اومده، کبوترهای زخمی پخمی و اینا رو که مثلا لون افتاده بودن پایین، ما همیشه تیمار میکردیم از بچگی تا به الان، ولی واقعا اون موقعی که تازه به دنیا اومدنشو ندیده بودم. خب این چیه؟ ای چه بامزه است. تو ماشینه قشنگ همه چی بود. چه باحاله، تخت خواب و میز و ای شلوغا واسه خودشو چه امکاناتی درست کردن، چه باحال. اینو یه بار دیده بودیم با هم دیگه، انگشت مصنوعی توی یه ویدیوی دیگه ای هم بود، فکر کنم تو Nobody's Gonna Know بود. خیلی طبیعیه واقعا مزه. میره توی آفتاب، رنگ چشش مثل اینکه قراره عوض شه، یه چشش رو گرفت که آفتاب نخوره و یکی چشش آفتاب بخوره. ببینم یکم بیشتر باشه، منتظریم. خیلی باید تفاوت کنه چون من خیلی منتظر موندم. خیلی باید تفاوت کنه، خیلی بابا نشون بده دیگه، خب ما رو بکشه. آها میره تو دوباره که بتونیم ببینیم هشن. ببینم چشه تو. چقدر چشش باحال بود، کاش که چشم منم اینجوری بود. آخه من نمیدونم، من مامانم چشش سبزه، بعد من چشم قهوه‌ای شده، اصلا این درسته؟ بعد اینو نگاه کنین، میره تو آفتاب چشش میشه آبی تیره سرمه‌ای، بعد آبی روشنه تو حالت عادی. آخه این درست نیستی، من خواستم چشم سبز شه. این چیه؟ یا بل فضل، این چیه؟ تو چی کار میکنی؟ میخواد بفهمه مثلا میخواد مثلا بیولوژی حیوانا رو بشناسه با این کار. بعد رزینه چیه؟ وای خدا چقدر یه جوریه. اینا دیگه فیک دیگه، حیوانا واقعیه که اینجوری نکردن، فیک بود. آره نه فیک بود، من نمیتونم قبول کنم که اون یه موجود واقعی بوده که اینجوریش کرده، فیک بوده، فیکه. این چیه؟ اوه چه دارم؟ آب میاد؟ سیله؟ چی داستان؟ اوه میدونی چیه؟ داره بارون میاد، بعد بارون از اون ته شروع شده داره میاد جلو. چقدر خفن،
چقدر باحال، چه صحنه خفنی رو فیلم برداری کردن، بارون رسید بهش. خیلی صحنه خفنی رو فیلم برداری کرده بود آقا. ولی من واقعا اینجوری دیدم ها، مثلا من الان این بر خیابونم بارون داره میاد، میرم اون بر خیابون بارون نمیاد، ولی به این شدت و دقیقی که اینجوری داره میاد جلو تا حال ندیده بودم. داره زیپو رو میریزه توی رزین آخر سر اسمشو نفهمیدم، ببینیم چی میشه. ای شعلش اینجوری شد، چه باحال، چجوری شعلش اینجوری شد؟ اون تا رسید به اون ناحیه خاموش شد شعله، بعد شاید مثلا اون حرارتش باعث شد که این حالتش خیلی شعله رو بده. من همینجوری تو هر ویدیو برگام میریزه، دقت کردی؟ وات؟ تو خونه تاب وصل کرده. حالا ما بچه بودیم مثلا بابامو به در اتاقمون تاب وصل میکردم، ولی نه به این شدت، از این سر خونه داشت میرم اون سر. کودک درونش دیگه خیلی فعاله. بعد من نمیدونم وسیله میشه تو خونه نداره که اینجوری تاب میخوره از این سر به اون سر، به هیچی برخورد نمیکنی. خب زیر آبه، میخواد حلقه بداره. اوه چقدر باحال شد، چقدر خوشگل شد، رد شد ازش، دوباره این چسبید به هم، چقدر باحال بود. بریم زیر آب فقط حلقه بدیم. البته من حلقه دادم بلد نیستم متاسفانه، بس نمیتونم یه همچین حرکتی بکنم. کسی که بلدن دارن امتحان کن. خب این یه سری بیلبیلک چرخی داره زیر کفشاش میذاره و میره. این اسکیت شبیه میدون میدون استقلال، شبیه میدون تقسیم بود اونجا. بعدید به چه چیزا توجه میکنم، شبیه نبود الکی توهم زدم، ولی خیلی سخته، خیلی سخته با اون حرکت کنیم. این چیه؟ گربه است؟ چه این شکلی اگه گربه است؟ تو شبیه سگه؟ نگو میکس گربه و سگه، گربه سگه؟ بابا چرا هیچ توضیح به من نداد این چیه؟ این چی بود بچه ها؟ میکس گربه سگ بود، قیافه شبیه گربه بود، مدل راه رفتن شبیه سگا بود. من نفهمیدم این چیه، کسی فهمید لطفا من توضیح بده، خیلی عجیب بود برام. برای کارمند ماه شدنش یه دوی باکس بهش مکدونالد داده که میخواد ببینیم توش چیه. یه سه شارژره که سرش اینجوری زیرون زیرون به همه چی میخوره، یه دو خودکاره که توی شب میدرخشه. دیگه این چیه؟ نفهمیدم چیه؟ این چیه؟ من همش دارم میگم این چیه، دارم که خب قمقمه است، یه سری برچسب مرچسب و بیل ای یو. اصلا بحث عوض شد. بذار همین رو ببینم، اون رو بلش کن. ببینم چه خوشگل بود میشه. آها واقعا شبیه کاراکتر دیزنیه، چه خوشگل بود حشره. من واقعا حشره از این زاویه ندیده بودم به این خوشگلی. من از حشره ها واقعا میترسم، یه حس خیلی بدی بهم میدن، یه جوری هن، ولی این خیلی خوشگل بود. یه دقیقا بالاش نوشته بود شبیه کاراکتر دیزنیه، دقیقا شبیه کارتون های دیزنی بود. ماهی علکی ماهی واقعی نیست، چرا انقدر طبیعی لعنتی؟ تو چجوری میتونی انقدر طبیعی باشی؟ انگار ماهی علکیه. ببین همینا رو میفرستن توی آب ما با جاسوسی ماهی ها رو بکنه. دیدی تو کارتانشون میدازن یا یه ماهی رباتی میاد میره نفوذ میکنه توشون؟ این همونه. ولی خیلی طبیعی بود، یعنی از خود ماهی واقعی هم طبیعی تر بود. ببین چقدر علم پیشرفت کرده. وات؟ نوتلای میوه یه رنگی رنگی واقعا هستش، درستش کرده، چقدر خوشگله، من از اینا میخوام. البته من حالا کلا نوتلا دوست ندارم زیاد، چیز شیرین کلا زیاد دوست ندارم، ولی این خیلی خوشگله، مزم باحال و خوشمزه میاد. این میوه ها هم توش داره، موز داره، بلوبری داره، رازبری داره. اه چه خوشگله، ولی رنگش قاطیش خیلی بد میشه ها، همون رنگ قهوه‌ای عادی البته میشه دیگه، خیلی هم بد نمیشه، جواب میدم. این ماشین کوچولو رو چجوری درست کرده، چقدر باحال، خیلی خوشم اومد. آقا من خیلی ماشینای گونده مونده دوست دارم، خیلی خفنه. ببین از همون ماشین کوچکت اینا فلکسه فکر کنم، از همون ماشین کوچکت
میتونی همچین ماشین گنده‌ای درست بکنی. اگه اسم ماشین اشتباه گفتم مسخره نکنید، چون از ماشینا اصلا سردر نمیارم، خودم دارم اعتراف میکنم. محصولات خفنی که احتیاج دارید از آمازون واو بخرید. ای چقدر خوشگله لامپه، من برم سعی آمازون رو چک کنم ببینم میتونم اینو پیدا بکنم یا نه که بخرمش. ولی یه مشکلی که داریم ما اینجا همیشه اینه که توی آمازون ترکیه اون چیزایی که مثلا تو آمازون آمریکا اینا هست اصلا نیست. یعنی خیلی چیزایی که تو ویدیوها نشون میدن من نمیتونم پیدا کنم بخرم، مخصوصا گجت ها رو، و این همیشه قلب منو میشکونه و مجبور میشم از علی اکسپرس و فلان و اینا سفارش بدم که چرت و پرت میارن یا خیلی دیر میاره. این چقدر زحمت میکشم. پس ویدیوهای گجت هم همه رو ببینید. میگه تاکوبل، یه جایی که تاکو میفروشه، میگه چرا یه دلار بیشتر میگیری برای یه سایز بزرگتر در حالی که همون سایز کوچیک است. ای عوضی، ای 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 ای. ولی ببینید من یه بار سیب زمینی های مکدونالد رو تست کردم، حالا ویدیوش این اینه لینکش رو براتون میذارم، ولی اونا واقعا اندازاش فرق میکرد. درسته خیلی کم فرق میکرد ولی فرق میکرد، سرمون کلا نذاشته بودن. حالا شاید هم تو یه ویدیو نوشیدنیاش هم تست کردم. این چیه؟ بارون پروازی؟ آها تو پرواز، بارون پروازی تو هواپیما صاحب پرواز میکنه و داره بارون میاد که این شکلی دیده میشه. بارون پروازی چی بود من گفتم؟ خیلی خوشحالم که این ویدیو اینجا تموم شد، من بیشتر از این سوتی نه آبرو خودم رو نبرم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب هم که دیگه بکنید دیگه، من برم زودتر تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.